Hi everybody. This week we remain focused on our fight against Ebola. این دومین هفته پیاپی است که نطق رئیس جمهوری آمریکا به واکنش دولت آمریکا در مبارزه با ایبولا اختصاص داده شده است. این واکنش در پی تایید تشخیص ایبولا در یک پزشک نیویورکی صورت گرفت. دکتر کرگ اسپنسر در گینه به بیماری مبتلا شده بود و در حال حاضر در بیمارستان بلویوی نیویورک تحت درمان است. دیروز مردم نیویورک راه را به ما نشان دادند. آنها به زندگی روزمره خود ادامه دادند. سوار اتوبوس ها شدند، با مترو رفت آمد کردند، سر کار رفتند و در پارک ها حضور داشتند. ما باید واقعیت های علمی و آماری را راهنمای عمل خود قرار دهیم و نه ترس را. با این همه اخبار انتشار ایبولا موجب شده تا سیاست‌های باراک اوباما و همحزبی‌های او در آستانه انتخابات کنگره آمریکا مورد انتقاد مخالفانش قرار بگیرد. و دیروز به رغم خوشبینی مقام‌های بهداشتی و بهبودی کامل و ترخیص نینافم، نخستین فرد و پرستار تیم درمانی ایبولا که در خاک آمریکا به ویروس آلوده شده بود، مخالفت‌ها در کنگره اوج گرفت. جان مایکا نماینده جمهوری خواه فلوریدا از دکتر نیکول لوری، یکی از مقام‌های ارشد بهداشتی خواست به دلیل ناتوانی در کنترل اپیدمی استعفا دهد. Now are you in charge of being prepared? I am in charge of being prepared. Okay, then I think you need to turn your resignation in. اما باراک اوباما میگوید بیماری ایبولا تحت کنترل است و تیم او در جلوگیری از انتشار آن به مردم و کارکنان بهداشتی موفق عمل کرده. At the same time, it's important to remember that of the 7 Americans treated so far for Ebola, بسیار مهم است که به خاطر بسپاریم از 7 نفر آمریکایی که به ایبولا مبتلا شده اند، 5 نفر آنها در آفریقا با ویروس مواجه شده بودند و در عین حال همه این 7 نفر بهبودی خود را باز یافتند. ما دستورالعمل علمی مبارزه و کنترل ایبولا را در میان کارکنان بهداشتی مورد آزمون دقیق قرار دادیم و از آن مطمئن هستیم. اما در غرب آفریقا شرایط بسیار متفاوت است. وزیر بهداشت مالی دیروز اعلام کرد دختر بچه 2 ساله مبتلا به ایبولا که نخستین بیمار تایید شده آن کشور در اپیدمی اخیر بود، دیروز مدت کوتاهی پس از بستری جان خود را از دست داد. او با اتوبوس از گینه به مالی سفر کرده بود و مقام‌های بهداشتی مالی در حال جستجوی افرادی هستند که با وی در تماس بودند. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید همه‌گیری اخیر تب خونریزی دهنده ایبولا یکی از خطرناک‌ترین و کشنده‌ترین اپیدمی‌های دوران حاضر است. اپیدمی 7 ماه پیش از غرب آفریقا آغاز شده و مالی 6 کشور جهان است که بیماری در آن دیده می‌شود. ایبولا در حال حاضر درمان و واکسن شناخته شده ای ندارد و تنها راه کنترل آن رعایت کامل مقررات بهداشت فردی و جدا کردن بیماران در بخش های ایزوله است. شیده رضایی، صدای آمریکا.